اول از همه پیشرفتامون از جلوی خونه بهتون نشون بدم. همینطور که تو ویدیوهای قبل بهتون گفتم، نظرم اینه که راپله در ورودی از وسط باشه. در نتیجه شروع کردیم به تخریب راپله قدیمی و بعد از اینکه جای دقیق راپله جدیدا از وسط مشخص کردیم، بچه‌ها شروع کردن به تکمیل کردن دیوارهای کنار راپله و در آخرم ریختن بوتون راپله جدید. یه جلوی خونه تمام میشه. چند روز اخیر رو این قسمت کار کردم، اینجا رو بوتون کردیم، فردا قراره اینجا رو بوتون کنن، این جلو هم بوتون میشه. امروز هم سیمانه اینجا رو دارن تمام میکنن. خب همینجور که آقا میبینید امروزه من این آشقا دارم بیرون کنید آشقاله یه جایی که همه یه حالت یک کوه خیلی بزرگی، کوه آشقال دست بندیه. وارد که میشی میپرسم مثلا چه جور آشقالی آوردی، یا مثلا مثلا شاخه درخت و نمیدونم باغبونی باشه جاش جداست، پلاستیک جاش جداست، چیزای ساختمونی هم جاش جور. حالا همه این رو میریزیم تو ماشین من و میبریم اونجا رو میریم اونجا اونجا هم بهتون نشون. خب آقا الان ورودیشن همه دوست هوای سادن اونجا باسکول داره وز میکنه، یه وانتیرش میرفت، بعد یه دفعه متوجه شد که لاین کناری اون خط کناری اون پاچش بست و من بهش حال دادم، گفتم بیا برو از جلو من برو. بعد اومد رفت به جلو، اومد بیرون، پنج دلار وردش رو برده اینجا که قصد درد نکنه گذاشتی من بزنم جلو تو، یه بیهری چیزی، یه آب جویی چیزی برای خودت بخر، خیلی حال دادی یکم باشه دست درد نکنه. آقا اینجا همش بوده 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 پاکاشم یه هم میرزن اینجا بالای اینجا یه قیامتیه چه نگو این آشخالاشون رو میان در مخونجا جمع میکنن، همه رو میارن اینجا خالی میکنن. همه آشخالاشون رو میرزن اینجا، همه رو میرزی اینجا، اینم نه همه رو کوب کرده، همه آشقال ها دارم میریز گرد و خمیرش میکنم. این هم دوتا گوز بد بد روز دوم از حمل زباله های ساختمانی، شش تا راه رفتیم تا حالا، این وضعیت الانه. ریدی ساندیز به من میده مای؟ یس می؟ تانکیو بسه، چاو چاو خب اینجا قسمت بوتون و آسفالته، فقط بوتون و آسفالت میزن جدا جدا بیدید اینجا چه خوب بازی هستش
میشه راحت بازیافتش میکنه. آقا بعد یه روز کامل نخاله بردن این حرفا همین الان این دیواره یه چیه خریدن؟ حالا معلومه چند تا 12 تا و این هم یه سای آیه گرفتم خیسر دو تای آخر یه یارو یه اومد دید دارم عرق میکنم ولی یارو هم کونده بود خوب بود اومدن من گفتش یه خیلی اینا سخت بلند کرده خیلی کمکت کنم خیلی سخته فیلم گرفتن تو این شرایط خیلی افتضاح کثیفیه و فقط فکرت اینه که وقتی میای اینجا فقط فکرت اینه که آشغالایی که آوردی هم خالی کنی و فرار کنی. این ماسکم که می‌بینید N95 فوق العاده خوبه واسه اینجا. چند بار من اومدم بدون ماسک و خیلی بد بود. اینا آشغالایی شومینه یه که تازگی خراب کردیم و الان دومین راه آوردیم. یک راه یا دو راه دیگه مونده دقیقه بریم بیرون از این جهنم. خب امروز بچه ها اومدن شروع کردن به نصب دیوارای گچی. من میرم یه سری خرید کنم اونجا یه فیلم میگیرم بهتون نشون میدم که چی ها میخوام بخرم و بعد میام تو خونه و بهتون نشون میدم که چی کارای کردم. اینجا این دیواره گچیه که الان یه سایزهای مختلف داره، باز خامتهای مختلف. این مثلا مال دستشوییه به خاطر اینکه جای خیس مولد و این هم بتونه هاییه که میگیرن با دقیقه های مختلف، مثلا این 40 دقیقه از 90 دقیقه 20 دقیقه 5 دقیقه چیزهای مختلف دارن و الان 5 تا از اینا میگیرن. خب الان بریم یه سری منگنه بگیریم، سری منگنه میخواییم. داریم پشم شیشه میذاریم بین دیوارا و منگنه مثلا نگرش میداریم و این منگنه میذاریم که نیفته. چیزی که من میخوام برگشتیم، همه چیزه که خریدیم رو دارم میارم تو و الان خب من از این فرصت استفاده کنم تا نیستم بهتون نشون بدم که پروسه کار چه جوریه. کاری که میکنن اینه که اول دور تا دوره هر سوراخی که ما زدیم، حالا بزرگ کوچیک هر مدلی که باشه، دور تا دورش اینا رو میبرن و صافش میکنن و شروع میکنن به پیچ زدن. الان نگاه کن اینجا پیچ زدن، دور تا دورش پیچ زدن، هر 6 اینچ باید پیچ بزنن فاصله پیچا که این دیوار گچی محکم بشه، ول نباشه لبش چون بریده شده. و اگه جایی باشه که چوب نداشته باشه بهش پیچ بزنن، برمیدارن یه تیکه چوب میبرن و این چوبا میذارن پشت اینجا و پیچ بهش میکنن که بعدن وقتی که میخوان یه تیکه دیگه بزنن اینجا لبه داشته باشه و بتونن دیوار گچیه که میذارن اینجا به اینجا پیچ کنن و به بالا پیچ کنن. و اگه این را نگاه کنین جدید دوباره اینجا چوب گذاشته که بهش میگن بکینگ. ولی اگه نزدیک چوب باشه
دیگه اون احتیاج نداره که چوب اضافه بهش بزنن. و بعدش کار دیگه که میکنن مثلا جایی مثل اینجا، حالا اینجا رو نگاه کنید چه بزرگ بوده، اینجا را شیت های بزرگ، ورق های بزرگ گچی ها به اندازه میگیره و سوراخ اون پریز ها، حالا پریز، کلید، حالا هر چی باشه در میاره و پیچش میکنه به دیوار. و وقتی که این کار تموم شد میان سراغ بتونه زدن. حالا اگه اینجا دقت کنید هم سوراخ های پیچ ها رو شروع کرده پوشوندن، هم که درزای دو تا بالایی و پایینی ها شروع کرده پوشوندن. در اصل یکی اینا رو پیچ میکنه و یکی پشت سرش بتونه میزنه. همه اینا رو پیچ کردن و پشت سری شروع کرد به بتونه زدن. یه کار دیگه ای که میکنن اینه که گوشه هایی که دوتا شیت به هم دیگه میرسه یه سری کاغذ میذارن و بتونه میزنن. مثلا اینجا فاصله این دوتا را حالت تموم شده نیست، میاد این کاغذ میذاره اینجا و اون گلش ها، اون گچش ها، حالا هرچی که بهش میگن، اینجا یه اسمی داره ولی من نمیدونم تو فارسی چی میگن، میماله روی این کاغذ، هم زیرش هم روش، و بعد سنباده میزنن و صاف و تمیز درش میارن. هم شروع کرده پیچه ها رو پر کردن، هم درزا رو پر کردن و هم گوشه ها رو داره پر میکنه. گوشه های بالا هر جا که مثلا سوراخ های بزرگ داشته این رو پر میکنه. Thank you.